برای اینکه ما سرچ رو بهتر و راحتتر و سریعتر و منطقیتر بریم جلوتر و شما بهتر درک کنید مطالبی که میگم، من سرچ رو با قسمت به جای وب ایمیجز عکس ها انجام میدم که دقیقا مطالب جا بیفته. من اینجا میام کلمه اتم رو می نویسم، سرچ رو میزنم، یعنی عکس میخوام در مورد اتم. ببینیم چند تا پیدا کرد. 13 دقت کنید میلیون و 700,000 تا برای من صفحه پیدا کرد که توش عکس اتم وجود داره، حالا هرچی در رابطه با صفحات مختلفی که وجود داره ما کاری نداریم. من میام کلمه اتم رو با یو میزنم، ببینیم چه اتفاقی میفته. 13 میلیون صفحه چند تا میشه؟ وقتی من با یو زدم صفحات من 12,000 تا شد، ولی اگه اصلا مطلبی که پیدا کرد هیچ ربطی به اون اتمی که من میخواستم نداره. عکس ها منابع میبینید که هیچ ربطی به اون نداره. بس اینجا مهمترین بخش اینه که شما بفهمید، درک کنید که دیکته کلمه بسیار مهمه که توی سرچ کردن خودتون دقت کنید. مثلا کلمه کالر، کالر رو من می‌نویسم با یه دونه او، سرچ میکنم چند تا پیدا کرد؟ 33 میلیون. حالا من همین کالر رو با دیکته او یو آر به یه دیکته انگلیسی و آمریکایی فهم میکنه می‌نویسم 33 میلیون، حفظ کنید 33 میلیون، سرچ میزنم ببینم چند. ببینید همون کالر رو من جستجو کردم، 5 میلیون. 33 میلیون تبدیل شد به 5 میلیون. بس این نشون میده که دیکته کالر با او بیشتر، اوی تنها تا با او یوها. بس اگر عکس هایی که اینجا میبینید احتمال داره شما پیدا کنید یه جایی با اوی خالی شاید پیدا نکنید. ببینید اینا عکس هاییه که مثلا اینو ببینید، اینو اونجا نداشت این عکس ها، چرا فقط با او آر؟ بس با انواع دیکته ها مجبور میشید بعضی موقع سرچ کنید. فرقی نمیکنه، تو فارسی هم همینطوره. میبینید چیه؟ به کسی از که کلمه ارزم به حضور شما که کلمه تهران، تهران رو سرچ میکنم، عکس هایی که چند تا پیدا کرد؟ 8,009 تا. همین تهران رو من با تی بزرگ مینویسم، ببینید چند تا پیدا میکنه. ببینید تعداد سرچ هامون 23,000 تا شد. بس ببینید دیکته کلمه در سرچ کردن خیلی مهمه. من یه بار دیگه اتم رو می نویسم، اتم سرچ. خب دیدید که دیکته کلمه بسیار مهمه. حالا من به دردم نمیخوره 13,000 صفحه، 13 میلیون، 13 میلیون صفحه رو باید نگاه کنم. میام محدود درش میکنم، میام میگم اتم، بعد مربوط به فیزیک محدود درش میکنم، گوگل سرچ، یعنی میگم صفحاتی رو پیدا کن. ببین 13 میلیون تبدیل شد به 79,000 تا. صفحاتی رو پیدا کن که توش کلمه اتم باشه و فیزیک هم باشه، تخصصی تر شد، محدود تر شد. باز محدودش میکنم، سل، میگم کلمه یه سلولم باشه، سلم باشه. 25,000 تا، 79,000 تا شد به 25,000 تا، محدودترش کرد. پس ببینید سرچ کردن خیلی مهمه که شما کلمات رو چکار کنید، محدودش کنید با کرد. ولی بعدیش اینه که شما الان 25,000 تا چند تا حدود 50,000 تا سایت از دست، 50,000 تا سفر از دست دادید، ولی سریعتر به اون مقصدی که میخواستید، اون کلمه ای که میخواستید درونش باشه رسیدید. من اینو برمیدارم، اتمو میکنم اتمیک، ببینیم چه اتفاق میفته. 13 میلیون به چند تا؟ فقط به 4 صفحه تبدیل شد. البته من غلط نوشتم اسم که دیکتشو، بله اتمیک، به 2 میلیون. 13 میلیون به 2 میلیون، ولی به اون نقطه‌ای که میخواستم تقریبا رسید که بمب اتم، اتمیک. حالا باز محدودتر میکنم، بمب. ببینید چقدر سریعتر رسید به اون مقصدی که میخواستم، بمب اتم، اتمیک، بمب. خب
میام یه کاری میکنم، من میخوام اتمیک باشه ولی کلمه توش بمب نباشه، منها رو حالیش میشه، منفی بمب پشت سر هم نوشته میشه. ببین الان من اتمیک بمب نوشتم چقدر؟ 155,000 تا سایت پیدا کرد. سرچ میزنم و محدودش میکنم، میگم اتمیک پیدا کن ولی توش کلمه بمب نباشه. چقدر پیدا کرده؟ 2,000,000. حالا بگید چرا؟ به خاطر اینکه خود بو اتمیک تنها رو سرچ کنید میفهمید چرا. خود اتمیک 2,650,000 تا سایته، اما اگر بیام بگم که منهای بمب بوم دیکته شمانی، ببینید 2,650,000 تا تبدیل شد به 410,000 تا. ببینید این اتمیک خالی چند بود؟ 2,650,000 تا، ولی وقتی منهای بوم کردم 2,410 تا شد. بس این دقیقا اینا رو میفهمه که چه صفحاتی، در حالی که اینجا عکسایی که میبینید بدون عکس بمبی وجود نداره. میبینید در حالی که اینجا اتمیک خالی زده بودم، البته این از حافظه است، این حافظه است، اتمیک خالی زده بودم عکس بمبم توش وجود داشت. پس توی سرچ کردن شما میتونید چیکار کنید؟ با محدود کردن کلمات سرچ سریعتری رو داشته باشید. توی حالا من ایمیج هستم که راحت تر اینو جا بیفته. خب من حالا یه بار دیگه اتمیک بمب با هم دیگه سرچ میکنم. سرچ ببینیم چند تا. وقتی اتمیک بمب میزنم چند تا پیدا کرد؟ 155,000 تا. میام میگم نه، من اتمیک بمب رو میخوام که کنار هم باشه. اتمیک بمب دو تا کوتیشن مارک، یکی اول یکی آخر میذارم. ببینیم 155,000 تا رو به چی تبدیل میکنه. 56,000 تا، یعنی دقیقا و صریحا میره سراغ اون سایت هایی که من دلم میخواد. فرق این جستجو با اون این شد که این اتمیک قبلی که من جستجو کرده بودم بدون کوتیشن مارک که 155,000 تا بود، البته کوتیشن مارک رو نداشت، خب 155,000 تا بود، احتمال داره کلمه اتمیک اینجا باشه، بمب یه جای دیگه باشه، مثلا الان اینجا میبینید، حالا اینا کنار هم هستن. یه ذره برم جلوتر، نیکست، میبینید که کلمه اتمیک و بومز در جاهای دیگه. میبینید من میرم شماره 8ش، مثلا 10 تا 8 تا دوم. میبینید اینجا کلمه بوم اومده ولی اتمیک نیست. میبینید تو این صفحه یا در اینجا بوم اومده ولی اتمیک نیست. ولی وقتی من بهش گفتم که اتمیک بمب دو تا کوتیشن مارک گذاشتم، گفتم دقیقا این دو کلمه بینه ایم، به چه درد میخوره؟ ببینید الان شما بنویسید to be or not to be، بودن یا نبودن، البته به صورت وب. حالا اینو من سرچش میکنم، to be or not to be search، ببینیم چه اتفاقی میفته. وقتی من شعر معروف ارزم حضور، جمله معروف شکسپیره، شکسپیر، to be or not to be چقدر پیدا کرد؟ دقت کنید 2,000,000,000 صفحه پیدا کرد. چیه بیکار علاف بشینه اینا رو بخونه؟ بدیش چیه؟ بدیش اینه که احتمال داره یه جایی، ببینید اینجا رو نگاه کنید، یه جا not اومده، یه جا to اومده، یه جا be اومده، اینا رو برداشته برای من انجام داده. ولی اگر من میمدم میگفتم که بابا دقیقا این جمله to be or not to be کنار هم باشه، ببینیم 2,000,000,000 چقدر میشه. 1,000,000 صفحه شد. فقط هم چیزایی رو پیدا کرد که کنار هم هستن، to be or not to be، to be or not to be، ببینید to be or not to be. بس تو جستجو کردن خیلی مهمه که دقیقا ببینیم دنبال چی هستیم.